یه نوبوز کویی هست که وقتی داره توی کوه اینور اونور میره و علف میچره و واسه خودش چرخ میزنه یه چشمش میفته به کوه روبرویی و یه بز میبینه از مستی شعبت فاصله بین خودش و اون بز رو فراموش میکنه چشم او تاوری که گردد در زمان برجهت سرماست زین کوه تا بدان و طبیعتا میفته توی درهی که بین این دوتا کوه وجود داره چه اتفاقی براش میفته؟ اسیر سیادایی میشه که میدونن این نوع از باز شیوه شکارش چطوریه اون پایین توی دره بین این دو کوه کمین کردن و منتظر این لحظه با شکوه مستی شهوتش هستن ماجرای این باز رو من از دفتر سوم مصنوی معنوی تعریف کردم به خاطر اینکه مولوی توی این ضمن این ماجرایی که تعریف میکنه یکی از شیوه های یکی از راهکارهای مواجهه با شهوت جنسی رو مطرح کرده مولوی میگه باید یه مستی به دست بیاری که مستی آن مستی این بشکند یه مستی بزرگ میگه برو یه مستی به دست بیار که اصلا مستی شهوت در برابرش ناچیز باشه مستی شهوت رو بشکنه حالا اون نه. مستی که آدم رو از وسوسه سکس و مستی شهوت رها میکنه چیه؟ یه حالتیه که وقتی به آدم دست میده که آدم به دنبال یک معنی و یه حقیقت بزرگ باشه توی زندگیش توی این حالت یه مستی عجیب و بزرگ در وجود آدم ایجاد میشه که اصلا دیگه ناخواسته هیچ توجهی به شهوت جنسی و سکس و این چیزا نمیکنه. اوشو یه جمله‌ای داره میگه freedom from sex is a great experience. رهایی از مستی شهوت، رهایی از وسوسه شهوت یک تجربه بزرگه. Freedom from sex makes your energies available for meditation, for samadhi. این رهایی از وسوسه شهوت انرژی های شما رو آزاد میکنه برای مراقبه و برای ساماتی درباره این مراقبه و ساماتی من بعدا توی ویدیوهای جدا صحبت میکنم اما این تجربه رهایی از شهوت آزاد شدن از سکس همون چیزیه که مولوی هم گفته یه مستی بزرگ در نهایت هم اینو بگم که منظور مولوی از رهایی از مستی شهوت سرکوب میل جنسی نیست بلکه این تجربه رهایی یه حالت متعالی انسانیه که آدم بعد از اینکه با فکر و تعمل و مراقبه خودش و قابلیت رو به خوبی شناخت این حالت رو تجربه میکنه خب من علی کیانی فلاورجانی هستم هر شنبه یکی از داستان و حکایت های مصنوی معنوی مولانا رو توی این کانال شکوفایی با ادبیات منتشر میکنم با این کانال همراه شید تا به طور آهسته و پیوسته با مفاهیم متعالی با مفاهیمی که به خودسازی و خودشناسی کمک میکنه آشنا بشید